أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. کسی که با دو تا نظام تربیتی آشنا باشه، با نظام تربیت لائیک و نظام تربیت ماتریالیسم که نظام تربیتی غرب باشه، و نظام تربیت اسلامی، بعد اینها رو با هم مقایسه بکنه، یه تطبیقی انجام بده، به نکات خیلی زیبایی میرسه که وقتی که مربی خدا باشه همه چیز تغییر میکنه، مبانی، اصول، روشها، سیاستها، سازوکارها، موانع، عوامل مؤثر، همه عوض میشه. اهداف، خب در اون نظام حد اکثر هدف اینه که یک شهروند سالم و عرض کنم که مراعات کننده قانون تربیت کنن، که قانون شکن نباشه، مزاحم دیگران نشه، حد اکثر اینه. با نظامی که میخواد انسان رو به مقام خلافت اللهی برسونه، خب از زمین تا آسمون تفاوت میکنه. اونجا انسان تفاوتی با حیوان نداره، فقط تفاوتش در جزئیات مسائل هست که حیوان حالا مثلا فرض کن زندگیش یه جور دیگه، از غذاش با غذا انسان فرق میکنه و چیزی از این قبیل، در حالی که در این نظام انسان نه تنها با حیوان قابل قیاس نیست که مسجود فرشتگان هم هست، یعنی حتی مقامش از فرشتگان هم بالاتره، از جن هم مقام انسان بالاتره. وقتی انسان تطبیق میده این دوتا رو، از همین راه پی به عظمت اسلام، پی به عظمت قرآن، پی به حقانیت پیغمبر اسلام و ائمه علیهم السلام میبره. یعنی یک راه برای اثبات عقاید همینه که ما بیایم دو تا نظام تربیتی فقط با هم مقایسه بکنیم. البته تخصص میخواد، انسان باید با نظام تربیت غرب آشنا باشه و بتونه مفاهیم تربیتی رو از لابلای متون خودمون استخراج بکنه، که این دومی خیلی سخت‌تره. شاید دوستان به نظرشون برسه که خب ما خیلی راحت میگیم که اینجا به یکی از هدفهای تربیتی اشاره شده، اما فهم این که این فرمایش مولا هدف تربیتی است، این خیلی تخصص میخواد. یه بار دیگه هم شاید خدمت شما عرض کرده باشم، یه زمانی بنده درسی تحت عنوان تربیت در نهج البلاغه رو برای کارشناسی ارشد رشته تربیت اسلامی، اونم ترم آخر، یعنی دیگه داشتن فارغ التحصیل میشدن، یه درس براشون گذاشته بودن تحت عنوان تربیت در نهج البلاغه و معلم پیدا نکردند و خلاصه با اصرار انداختن به گردن ما. خب ما با توجه به این که فکر میکردیم این دانشجوها کار کردن در زمینه تربیت، باید مفاهیم تربیتی رو فهمیده باشن، باید با سازوکارهای تربیتی آشنا باشن، باید بهشون میگفتم که خب شما اون خطبه رو بخونید، اصول تربیت رو از اون خطبه استخراج کنید، برید سر کلاس ارائه بدید. گاهی یک مورد هم نمیتونن انجام بدن. گفتیم مثلا فرض کنید این نامه یا اون خطبه متقین رو، خطبه حمام رو، چند بار گفتم که اون خطبه هم تربیتی، انشاءالله بهش میرسیم. گفتم اون خطبه رو بخونید، مطالعه بکنید، اگرم اشکال داشتید از من بپرسید، مثلا اهداف جزئی تربیت رو از اون خطبه استخراج بکنید. دیدیم نه، اینا توان این کار رو ندارن. ما شروع کردیم از اول یک دوره تربیت اسلامی رو خیلی فشرده براشون گفتیم، بعد هم کمکشون میکردیم، دستشون میگرفتیم، میگفتیم خب این هدف تربیتی اینجا دیگه، چرا شما دقت نمیکنید؟
اینجا حضرت به یکی از روش‌ها اشاره کرده. چرا شما متوجه نمی‌شید؟ تشخیص این که در لابلای فرمایشات حضرت به کدام اصول، مبانی، اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها، سازوکارها اشاره شده کار دشواری است. تخصص اما اگه بشه انسان دو تا کار انجام بده، یعنی کمابیش با تربیت غربی آشنا باشه، دیدگاه هاشون رو خونده باشه، دو سه تا ما در عالم غرب مربی بزرگ داریم که حرف حساب دارن، حرف دارن، حالا حرف حساب چه نمیشون، حرف دارن. یکی ژان پیاژه هست مال سوئیس، جان دویی هست مال آمریکاست. یه دو سه نفر از این قبیل هستن که اینا حرف دارن و نظریه های در زمینه تربیت دارند و کار زیاد کردن. انسان با این دیدگاه های اینها آشنا باشه، حرف های اینها رو شنیده باشه، خونده باشه، تأمل کرده باشه، بعد بیاد خدمت نهج البلاغه، البته با تربیت اسلامی هم آشنا باشه، اینها رو با هم مقایسه کنه، اون وقت پی به عظمت اسلام میبره، اون وقت میفهمه که وقتی که مبدأ حرف خداست یا حرف از امیرالمومنین صادر شده چقدر تفاوت میکنه با این که از سایرین بخواد صادر شده باشه. خب موضوع بحث ما این بود که حضرت دعا رو به عنوان یکی از اهداف تربیت یک و یکی از روش‌های تربیت دو داشت برای فرزندش بیان می‌کرد. دعا هم هدف تربیتی است. چرا؟ چون خود دعا عبادته و ما در اون بحث گذشته گفته بودیم که عبادت از اهداف متوسط تربیته. اگر انسان به عبادت رسید، اهل عبادت شد، عبادت او رو به مقصد می‌رسونه. نماز انسان رو به مقصد میرسونه، پس نماز میشه هدف متوسط تربیت. اگر دعا شد عبادت که همینطوره، الدعاء افضل العباده، اگر دعا شد عبادت پس دعا هم میشه هدف تربیت. کسی که اهل دعا باشه از طریق دعا به مقصد میرسه، دعا او رو به هدف تربیت میرسونه، دعا او رو به خدا نزدیک میکنه. و فرض اینه که هدف قایی تربیت هم همینه که انسان به خدا نزدیک بشه. اتفاقا دعا راه نزدیکی هم هست برای اینکه انسان رو به مقصد برسونه، میان بره به اصطلاح، سریع انسان رو به مقصد میرسونه. بقیه عبادات خیلی مورد اعتنای خدا نیست، اصلا کل مجموعه نظام مورد اعتنای خدا نیست، اما دعا چرا؟ قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. این آیه کریمه آیه عجیبی است. پیامبر به اینها بگو اگه به خاطر دعاتون نبود اصلا مورد اعتنای خدا نبودید. دعا مورد توجه خداست. دعا راه کوتاهی است که انسان رو سریع به مقصد میرسونه و دعا ویژگی هایی داره که حالا ما فقط از همین حیث نگاه میکنیم. اگه آثار روانی دعا رو نگاه بکنیم، یه بار شاید همینجا اشاره کردم که یکی از دانشمندان انگلیسی ظاهراً آلکسیس کارل، این مال حدود 50 سال پیش، ایشون کتابی نوشت تحت عنوان نیایش، البته ترجمه فارسی شد نیایش، که یکی از اون اساتید دانشگاه اون زمان که خیلی هم معروف بود و کلی هم سر صدا درست کرد، ایشون ترجمه کرد این کتاب کارل رو. ایشون در همون کتابش دعا رو عرض کنم که نیاز روح انسان معرفی کرده. میگه همون گونه که جسم انسان به غذا نیاز داره و نیازهای دیگه داره، روح انسان هم نیازهایی داره که مهمترین نیاز روح انسان به دعاست. دعا تغذیه کننده روح انسانه. پس دعا میشه هدف تربیت، منتها هدف متوسط. ما عنایت داریم که دوستان اهداف رو با هم قاطی نکنن، کاری که بعضی از بزرگان کردن و به نظر ما خیلی کج رفتن. تو کتابشون اومدن گفتن عبادت هدف نهاییه. چرا؟ چون در قرآن داریم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پس هدف از آفرینش و هدف از عرض کنم وجود انسان و تربیت انسان میشه عبادت، و این درست نیست. اینو چون قبلا بحث کرده بودیم دیگه اجازه بدید من واردش نشم. نه، عبادت هدف غایی نیست. عبادت وسیله، عبادت ابزار، عبادت راهه. بله، عبادت انسانو به مقامی میرسونه که اسمش عبودیته. اون هدف غایی است. عبودیت هدف غایی است. اون مقام، اون دیگه راه نیست. عبودیت دیگه راه نیست. عبودیت دیگه ابزار نیست. عبودیت مقامه. عبودیت
عرض کنم که همون مقام قربه، عبودیت همون ربوبیته، همون خلافت اللهیه، همون لقاء اللهه. با عبودیت انسان به مقصد رسیده اگه به عبودیت برسه. و عبودیت با خیلی فرق میکنه که عبد یعنی بنده، رب یعنی همه کاره، منتها حقیقت عبودیت میشه چی؟ ربوبیت. وگرنه معناش خیلی فرق میکنه. رب یعنی همه کاره. عرب ها به خانم خانه‌دار میگن ربت الدار، این همه کاره خونه. رب به معنای همه کاره، صاحب اختیار، صاحب تدبیر، تربیت کننده، همه کاره رو بهش میگن رب. عبد یعنی مطیع، بنده، برده. عبدت طریق یعنی زمین رو صاف کرد، هموار کرد، کوبید. کسی که خاکسار باشه در مقابل پروردگارش بهش میگن عبد. اما این که رسیدن به این مقام عبودیت، ظاهرش همین اطاعته، ظاهرش همین خاکساریه، اما باطنش چون انسان به خدا متصل شده خداییست، خداگونگیست. یه فرمایش زیبایی از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه نقل شده. این فرمایش حضرت رو بنده از رسانه‌ها زیاد گفتم و عنایت روش زیاد هست و اهل دل هم گاهی که عرض کنم که یه نفر به من ایمیل زد، گفت که یه سوالهای عرفانی کرد، گفتم که من تو این مسائل شما سوال کردید ورود ندارم و اگه ورودم داشته باشم وارد نمیشم. بعدشون گفت شما در فلان برنامه تون این فرمایش امام صادق رو توضیح دادید که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت جوهریست که باطنش و حقیقتش ربوبیت. و ایشون از اون نکاتی که من توضیح داده بودم نکات دقیق عرفانی رو استخراج کرده بود و گفت دیگه بالاتر از این ما حرفی نداریم که قابل گفتن باشه. شما چطور میگی که من تو این مباحث ورود نمی کنم و وارد نیستم؟ به هر حال منظورم این که این جمله رو من چند بار تا حالا توی رسانه ها گفتم، از امام صادق علیه السلام هم نقل کردیم. هر چند عبودیت ظاهرش بندگی است اما باطنش خدایی است، ظاهرش خاکساری است، اما چون وقتی که انسان عبدالله میشه به خدا متصل میشه به مقام ربوبیت میرسه. خلاصه عرض می شد که مقام عبودیت بله مقامی است، مقام شایسته است، اصلا هدف نهایی آفرینشه. ولذا ما پیغمبر اسلام رو قبل از اینکه شهادت به رسالتش بدیم شهادت به عبودیتش میدیم. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حقیقتم اینه که تا کسی به مقام عبودیت نرسد امکان رسیدنش به مقام نبوت و رسالت نیست. این در واقع شرط لازم برای ورود به این حوزه هست. حضرت ابراهیم علی نبی و علی السلام هم اول عبدالله شد، بعد که عبدالله شد شایسته مقام نبی اللهی شد، بعد که به مقام نبی اللهی رسید وقت شایسته رسالت الهی شد، شد رسول الله. این سه گامو که برداشت و امتحانهای تو این سه مرحله داد به مقام خلیل اللهی رسید، شد خلیل الله. این چهار مرتبه رو که پشت سر گذاشت اون وقت به مقام امامت رسید که انی جاعلک للناس اماما. منظورم اینه که تا انسان به مقام عبودیت نرسه مقامهای بعدی خبری نیست. پیغمبر اسلام 40 سال تحت تربیت مستقیم خداوند متعال بود. در این زمین روایت زیاد داریم. بزرگترین فرشته خودش رو از هنگام آفرینش پیامبر مأمور پیامبر کرد خداوند متعال و مستقیما پیامبرش رو ادب کرد تا در مقام در سن 40 سالگی اونجا بهش فرمود که وانک لعلی خلق عظیم، تو دیگه دارای اخلاق بسیار با عظمتی هستی. بعد به مردم گفت که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی پیغمبر گفت عمل کنید چون او اسوه شماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اونجا اون وقت گفت که ما پیغمبر رو به عنوان اسوه شما فرستادیم، هر چی پیغمبر گفت حرف ماست، بگیرید تا تربیت بشید. بنابراین این که عرض کردم، حالا شاید این موقع بحثش رو بیشتر توضیح دادیم که چطور پیغمبر 40 سال، امام صادق علیه السلام فرمود 40 سال خداوند پیغمبر رو تربیت کرد. خود پیغمبرم فرمود ادبنی ربی فاحسن تعدیبی،
پروردگارم منو ادب کرد و خوب ادب کرد، خوب تربیت کرد. وقتی که مقام عبودیت که رسیدن، اون وقت شایستگی نبوت و رسالت و امامت و اینها رو پیدا میکنن. بله. نه، نبوت نبع به معنی خبره، منتها خبر مهم رو بهش میگن نبع. نبوت یا از نبه، از نبعه هست به معنی خبر مهم، یا از نبوه هست یعنی مقام والا. اگر نبوت از نبوه باشه یعنی کسی که مقام خیلی شایسته و بالایی داره، اگر از نبعه باشه یعنی کسی که خبر مهم میداره. نبوت یعنی نبی، یعنی خبردار یا دارای مقام شایسته. اما اینکه آیا این خبر رو دربارش رسالتی هم داره، این خبر میخواد به کسی هم برسونه، به دنبال این خبر مسئولیت دیگه هم داره، یا خیر فقط خبر داره. رسالت یک مسئولیت الهی است که بر دوش پیامبر گذاشته میشه. بنابراین ما 124,000 نبی داریم، 313 نفرشون رسولن، بقیه دیگه رسول نیستن. در بین 313 نفر هم 5 نفرشون صاحب شریعتند و اولو العزمند. پس رابطه بین نبی و رسول میشه رابطه عام و خاص مطلق. از نظر مفهومی رسول اعم است از نبی، از نظر مصداقی برعکس، نبی اعم است از رسول. از نظر مفهومی هر رسول لزوما باید نبی باشه، اگه نباشه نمیتونه رسول باشه. اما از نظر مصداقی نه، خیلی از نبی ها رسول نبودن، نبی بودن ولی رسول نبودن. تو اشاره کردم فقط 313 نفرشون مرسل بودن، بقیه دیگه مرسل نبودن. بفرمایید. چشم بلندتر. بله. خب این سوال خوبی است، هرچند الان شاید جاش نباشه. با اون پاسخش اینه که شما میفرمایید که خب اگه ما هم خداوند مستقیما تربیت بمون می‌کرد می‌شدیم مثل پیغمبر. همین دیگه، درسته؟ ولی اینجوری نیست. خداوند در علمش گذشته بود که در بین همه بنده‌هاش برترین، بهترین، عابدترین، شاکرترین، مسئولیت پذیرترین کسان با اختیار خودشون کیان. خدا که مثل ما که نیست که ندونه که فقط پیغمبر به دنیا میاد چیه. اول نگاه کرد، از اول عالم تا آخر عالم بهترین ها رو استفا کرد، اشتباه کرد، برگزید. وقتی برگزید شروع کرد دورشون براشون دوره گذاشتن، دوره تربیت معلم، دوره خلبانی، دوره. این دوره ها بعد از استفا است. در استفا نگاه کرد ببینه کدامشون بهترین خواهند بود در زمان خودشون با اختیار خودشون. بله بفرمایید. همینطوره. بله، یعنی اون صفاتی که در ما از خدا هست، صفات الهی در انسان هست، مثلا خلاقیت، علم، رحمت، جمال دوستی، فضیلت خواهی، اینها صفات الهی است که در ما هست. اگر اینها شکوفا بشه، اگر اینها به فعلیت برسه، تربیت هم کارش همینه. تعریف تربیت رو دوستان یادشون هست، احیانا بخواد بحثای ما ضبط بشه، از تلویزیون پخش بشه، من ناچارم دوباره برگردم اون تعریف تربیت رو یه بار دیگه تعریف کنم. اما اون دوستانی که خدمتشون بودیم یادشون هست ما تعریف کردیم، رو تعریف هم خیلی عنایت داشتیم. تو اون تعریف ما گفتیم که تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادهای موجود در انسان. همین ها استعدادهای انسانه، استعداد خداگونگی در انسان هست، صفات الهی بالقوه در انسان هست. اگر شکوفا بشه تربیت شده. کار تربیت همینه که اون بذرهای الهی که در فطرت انسان هست، در نهاد انسان هست، این بذرها شکوفا بشه. بنابراین با تربیت بله انسان خداگونه میشه، اون ابعاد الهی که در انسان هست اونها شکوفا میشه.
ظرفیت و استعداد و اینها خودشون میسازن ظرف، خودشون این ظرفیت رو ایجاد میکنن با اختیار خودشون، چون ظرفیت وجود نداره که، ظرفیت در خارج چیزی نیست که، قوه دیگه. قوه رو خود اینها این قوه رو به فعلیت میرسونن یا قوه رو بزرگش میکنن، دامنه رو بزرگ میکنن با اختیار خودشون. خواهد بفرمایید که ظرفیت پیامبر اسلام از همه بیشتر بود، چرا؟ با اختیار خودش این ظرفیت رو به وجود آورد و ایجاد کرد. متشکر، مرحبا. خیلی خوب، عرض کنم که برگردیم به بحث. عرض کردم انشاءالله اگر بنا شد که، چون بناچار اگه بخواد ضبط بشه ما باید طوری بحث کنیم که مخاطب هم که نبوده تو کلاسای ما خیلی دستش خالی نباشه. دوباره برمیگردیم به تعریف تربیت، اهداف تربیت رو یک بار دیگه عرض میکنیم. فعلا بحث ما اینه که دعا از اهداف متوسط تربیت. چرا؟ چون دعا عبادته و عبادت قبلا ثابت کردیم که از اهداف متوسط تربیت. نکته دوم که اینجا حضرت بهش پرداخته، سوال کردن چگونه میشه بعد مورد تربیت پروردگار قرار گرفت. عرض کنم که پروردگار رب العالمینه، یعنی از طرف خدا مشکل نیست. به عبارت دیگه خدا چه تکوینن چه تشریعن ربوبیتش و هدایتش حدی نداره. انسانها رو که خلق کرده همه رو هدایت کرده، نه انسانها، همه مخلوقات رو. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر مخلوقی که خدا خلق کرده هدایت شده خلق شده. این به لحاظ تکوین. به لحاظ تشریع وقتی پیامبر میفرستاد بهش نگفت که حسن رو دعوت کن، حسین رو دعوت نکن، حمزه رو دعوت کن، ابولهب رو دعوت نکن. پیامبر چی فرمود؟ خدا همه رو دعوت کن، همه رو هدایت کن، همه رو تربیت کن. اینجا مشکل از ابولهبه که خودش رو از معرض دعوت پیامبر کنار میکشه. پیامبر هم میخواست ابولهب تربیت بشه هم حمزه، منتها حمزه از اختیارش خوب استفاده کرد، حسن استفاده کرد، ابولهب سوء استفاده کرد. هر دو عمو پیامبر بودن دیگه. اتفاقا ابولهب پیامبر نزدیکتر هم بود چون همسایه دیوار به دیوار بودن. ابو لهب خونش دیوار به دیوار پیامبر و همین هم باعث مزاحمت زیادی برای پیامبر میشد. این دشمن سرسخت، هم خودش هم خانومش باز از خودش بدتر بود. خانومش هم عرض کنم که خواهر ابو سفیان بود، از خودش بدتر، اون حمالت الحطب، ام جمیل بود اسمش. اینا همسایه دیوار به دیوار پیامبر بودن، آشغال و خاکروبه و نمیدونم چی و چی میریختن سر راه پیامبر که پیامبر اذیت بشه. خب بله، سلام علیکم ورحمت الله. ممنون. نه خیر، خدا حافظ. ساعت 9 شب، من چون منتظر راننده هستم که بهش بگم کجا بیاد، برای این جواب میدم، ولی جواب نمیدادم. خب عرض کنم که پس پیامبران که اومدن که به عنوان مربیان از طرف خدا اومدن، میخوان همه رو تربیت کنن. مشکل از خود ماست. حالا چطور خودمون در معرض تربیت خدا قرار بدیم؟ به حرف اولیاء خدا، به حرف پیامبران خدا گوش کنیم، کتابای آسمانی که برای ما اومده اونها رو بخونیم و عمل بکنیم. به این ترتیب ما در معرض تربیت خدا قرار میگیریم. باز تاکید میکنم اشکال از طرف خدا نیست، محدودیت از اون طرف نیست، محدودیت از این طرفه. مشکل از ماست. خودمون رو در معرض تربیت خدا قرار بدیم، همین تربیت خواهیم شد. خب نکته اول این شد که دعا هدف تربیته. نکته دوم که یه روز اشاره کردم واردش نشدم، یه قولی هم به دوستان دادیم که اون نرم افزار رو به این آقایون بدیم، انشالله میدم. من فردا انشالله سفر مشهد دارم، از مشهد برگردم، انشالله اگه فراموش نکنم دوشنبه اون فلش رو میدم به این آقایون که چیز کنم و سیدیشو بهتون بدن. اونجا ما بحث دعا رو به این شکل مطرح کردیم که دعا 4 فصل مهم داره. یک فصل مفهوم دعاست، حقیقت دعاست، در چه صورتی دعا محقق میشه در خارج. همین که انسان یه چیزی از خدا خواست یا یه دعایی خوند
ولی اینکه توجه هم نداره چی میگه، این دعا کرده. نه، حقیقت دعا یه بحثی میخواد. این یک فصله که فصل مهمی است. به نظر خود بنده بهترین کسی که در این زمینه بحث کرده مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزانه، زیل همون آیه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. البته ایشون بحثش سنگینه، حتما باید معلم باشه که توضیح بده، اما به نظر من بهترین حرفا رو ایشون اونجا گفته، تو همین زیل همین آیه که در سوره مبارکه نمله. یک حقیقت دعاست، دو شرایط دعاست که اینجا این تیترایی که مرحوم آقای دشتی اینجا زدم تو کشاره کردم تیتر درستی نیست. این بحث اصلا شرایط دعا نیست، هنوز حضرت وارد بحث شرایط دعا نشده. ادامه همون بحث راجع به اهمیت دعا حضرت داره صحبت میکنه و اینکه بخواد خدا رو به عنوان عرض کنم که محبوب و بخواد محبت خدا رو تو دل متربی جا بندازه. در این راستا بهش میگه که خدای تو اینجوری است، هرچی بخوای بهت میده، هر وقت بخوای حرفتو گوش میکنه الی آخر. هنوز به شرایط دعا نرسیده. پس یک بحث هم بحث شرایط دعاست که در شرایط دعا 4-5 نکته مهم، 4-5 شرط مهم وجود داره. اول معرفته که انسان بفهمه با کی داره صحبت میکنه، از کی داره چیز میخواد، که تا معرفت حاصل نشه اصلا دعایی محقق نمیشه. عرض کنم که دوم حضور قلبه، که قلبی که با دعایی که از روی حضور قلب نباشه اثر نداره، شرط نیست، مشروط هم نخواهد بود. البته شرایط دیگه هم هست، مثل پاکی قضا و مطعم و مکسب، که اون هم عرض کنم که اگر آلوده شد شرط دعا نیست، مشروط نخواهد بود. این هم یه فصله که حالا انشالله شاید ما به این بحث اشاره کردیم. فصل سوم موانع دعا هست. یه چیزهای دعا رو جلوشون میگیره، نمیذاره دعا اثر کنه. مقتضی موجوده ولی مانع اجازه نمیده که اثر بکنه. یکی از اونها گناهه. گناه دعا رو حبس میکنه. البته هر گناهی هم نیست، بعضی از گناه هم بعضی از دعاها رو حبس میکنه. در مجموع یکی از عواملی که مانع دعا میشه، مانع اثر دعا میشه، گناهه. گاهی ممکنه که مانع مصلحت خود ما باشه. ما نمیفهمیم که صلاح ما در چیه، چیزی از خدا میخواییم که صلاح ما نیست. اینو حضرت اشاره کرد و اونجا که ما رسیدیم حتما توضیح خواهم داد. اینکه گاهی ما چون فقط جلومون رو میبینیم، بعضی از ماها تا سر دماغشون رو بیشتر نمیبینن، و جالب اینه که در دنیا همینجوره، در برزخ همینجوره، در آخرت همینجوره. در برزخ هم داریم که وقتی که سوال نکیر و منکر تمام شد و جریان تمام شد، همون فرشته ها منزل برزخی شو که بهش میگن قبر، به اندازه که چشمش کار میکنه توسعه میدن، به اندازه چشم خودش، چون ضمیر داره که به خودش برمیگرده. حالا بعضیا که مثلا تا 100 متر بیشتر نمیبینن، خب تا 100 متر. بعضیا بینششون بی‌نهایت، تا بی‌نهایت. به میزان بینشش در دنیا وسعت جایگاه و منزل در برزخ داره. در قیامت هم همینجوره. خب بعضیا تا سر دماغشون بیشتر نمیبینن. جوری دیگه حالا. چون تا سر دماغش بیشتر نمیبینه، چیزهایی رو میخواد که به ضررشه. این نفع عاجل، اون نفع عاجل رو از بین میبره، اینو نمیفهمه. مرتبا میگه من از خدا خواستم، خدا اجابت نکرد. از این نوع مراجعه ما خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد مراجعه میکنن. میگه من الان 4 سال دارم دعا میکنم. همین دیروز که من یه شهرستانی بودم، یکی از شهرستانای یکی از استانها بودم، یه نفر اومد و میگه من 4-5 سالی که دارم دعا میکنم، چنین کردم چنین کردم، آیا من گناهی کردم؟ آیا مشکلی تو کار ما هست؟ نه خیر، خود همین دعا کردن، نفس دعا کردن خودش بهترین نعمت خداست. همین که خدا یه سوژه درست کرده، یه بهانه برای شما درست کرده که مجبور بشید دعا کنید، دیگه از این بالاتر چیه؟ این چیزا رو ما نمیفهمیم. در نتیجه گاهی نسبت به خدا بدبین میشیم، گاهی نسبت به خودمون بدبین میشیم. حالا اون خوب بود که به خودش بدبین شده بود. میگم من هرچی فکر میکنم گناهی نکردم، تازه آیا گناه منو خدا نمیبخشه مثلا؟ حالا گناهم کردم، توبه کردم. نه، گاهی مصلحت نیست.
عدم مصلحت گاهی ممکنه مانع دعا بشه و موانع دیگه. و فصل چهارم که فصل مهمی است، آداب دعا کردن هست. دعا ادب‌هایی داره که مخصوصا تو بحث تربیتی باید اون آداب مراعات بشه، مثلا با ادب دعا بکنه. حالا فرمایشات حضرت شما به نتیجه رسیدید، همون که دعا کردید به نتیجه رسیدید. ما عنایت داشته باشید که مکلف به تحصیل نتیجه نیستیم، نتیجه دست خداست. اگه پیغمبرم که باشی هیچ کار دست شما نیست. انک لن تهدی من احببت، به پیغمبر میگه تو نمیتونی تربیت کنی، تو کاری نیستی، تو نمیتونی هدایت کنی. وقتی پیغمبر نمیتونه، من و شما چی؟ وظیفه ما هم این نیست. ما مکلف به این نیستیم که حتما نتیجه تربیت رو ببینیم. ما وظیفه داریم که اون ابزار و امکان اون چی که به اختیار خودمون هست انجام بدیم. اینکه نتیجه چی میشه دست ما نیست. او مقلب القلوب هست، او ربه، او تربیت میکنه، او هدایت میکنه. وقتی که پیغمبر نمیتونه هدایت کنه، نمیتونه تربیت کنه، ما شما به طریق اولا نمیتونیم هدایت بکنیم. بنابراین شما وظیفه خودتون انجام بدید، نفس این دعا شما رو به مقصد رسونده. این که شما وظیفتون انجام دادید، حالا اگه بچه تربیت شد خب فبه ها نعم المطلوب، نشد نه دنیا نه آخرت شما دیگه مسئولیتی ندارید و خدا هم از شما چیزی نخواهد خواست. اگر وظیفتون انجام داده باشید خیر، خب اونم وظیفه دیگه. یاد گرفتن این که من چطور تربیت کنم وظیفه‌ایه. اگر روز قیامت گفتن چرا تربیت نکردی، گفتی که خب من بلد نبودم، بهت میگن هلا تعلمت، چرا تو کلاس تربیتی شرکت نکردی یاد بگیری؟ اون وظیفه‌ایه. یاد گرفتن وظیفه، درست عمل کردن وظیفه، تلاش کردن، دل سوزوندن، دعا کردن، قضا رو پاک قرار دادن، احتیاط، همه اینها وظیفه‌ایه. اما حالا ما همه وظیفه رو انجام دادیم، آیا نتیجه هم به دست میاد؟ خیر، نتیجه دست ما نیست، نتیجه دست خود خداست. او رب العالمین هست، او مقلب القلوب هست. بنابراین ما وظیفه خودمون رو خوب انجام بدیم، نتیجه رو به او واگذار بکنیم. هر چی که خواست همون. سوال کردن نفع عاجل و نفع عاجل چی؟ عاجل یعنی شتابان، عجله، زود. به دنیا میگن عاجل، با آخرت میگن عاجل با همزه. عاجل با عین یعنی زود، سریع، دنیا. عاجل با الف، یعنی آخرت، دراز مدت، طولانی. عرض کردم که نفع عاجل یعنی نفع دنیوی، گاهی مانع نفع عاجل نفع اخروی میشه. اینجا خداوند چون میدونه که صلاح ما در نفع آخرت هست، نفع دنیا رو ما نمیده که مزاحمت برای نفع آخرت نداشته باشه. اینا رو بعداً ان شاء الله توضیح خواهیم داد. خب من چند جمله از فرمایشات حضرت رو بخونم که خیلی امروز بحث ما می‌فرماید که وسألته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره. تو میتونی از خزانه های رحمت خدا چیزهایی رو بخوای که هیچ کس غیر از خدا توانایی نداره که اونو به تو بده. آنچه که خدا میتونه به تو عطا بکنه هیچ کس نمیتونه. پس ببین که خدا محبوبه، ذات انسان چنین موجودی رو دوست داره، موجودی که هر چه بخواد میتونه انجام بده و انسان هم هر چه بخواد اگه صلاحش باشه بهش میده. و سألتهو یعنی تو، البته این با فعل ماضی اومده، مرادش اینه که و تسألو میپرسی یا میخواهی، هر چه که از خدا بخواهی از خزائن رحمتش به تو خواهد داد. آنچه که مالا یقدر علی اعطای غیره، هیچ کس غیر از او قادر نیست که بخواد اونو به تو بده، فقط خداست که میتونه هر چی بخوای بهت بده. من زیادت الاعمار، اگه طول عمر بخوای بهت میده. و صحت الابدان، سلامت بدن بخوای بهت میده. و سعت الارزاق، وسعت روزی بخوای بهت میده. اینجا سه تا از موضوعات دعا بهش اشاره شده، علاوه بر این که حضرت داره خدا رو معرفی میکنه که متربی محبت خدا تو دلش جا بگیره،
بهشم یاد میده که از خدا چی بخواه. سه چیز رو اینجا اشاره کرده: زیادی عمر، سلامتی بدن و وسعت روزی. منتها در هر سه مورد باید عنایت داشته باشید که شرط و شروط های وجود داره. زیادی عمر مشروط بر این که عمر انسان مرتع شیطان نباشه، مشروط بر این که از عمر انسان شیطان بهره برداری نکنه. بعضی ها وجودشون مرتع شیطانه، هرچه پولدارتر میشن شیطان خوشحالتر میشه، هرچه مقامشون بالاتر میره شیطان چاقتر میشه. فرماندار بود، حالا که استاندار شد کلی شیطان ذوق میکنه. عرض کنم که معلم بود، حالا که مدیر شد شیطان کلی ذوق میکنه، خوشحالی میکنه، چاق میشه. هرچه ثروتشون بیشتر میشه شیطان خوشحالتر میشه. هرچه بیشتر عمر میکنن بیشتر به نفع شیطانه. امام سجاد علیه السلام تو اون زیارت، تو اون دعای مکارم الاخلاق، اون دعا هم دعای 100% تربیتی است. اون از اون بهترین منابع تربیتی ماست. در صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق اونجا عرض میکنه: خدایا مادامی که عمر من در خدمت توست به من طول عمر بده، اما زمانی که بنا شد عمر من بشه مرتع شیطان فورا جان منو بگیر. اگه بناست عمر من بشه مرتع شیطان که شیطان از وجود من بچره چاق بشه، فورا جان منو بگیر. پس اگر طول عمر در راه تربیت باشه، در راه اطاعت خدا باشه، در راه رسیدن انسان به کمال باشه، از بزرگترین نعمتهای خداست، از بزرگترین نعمتهای خداست. ولذا آرزوی مرگ ناپسند است از منظر اسلام. کسی حق نداره بگه خدایا عمر منو قطع کن، مرگ منو برسون. چند تا روایت داریم، سه تاش تو ذهن من الان هست. اینو فرمود خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که من میخوام آرزوی مرگ کنم. امام فرمود اگر زنده باشی و عبادت کنی بهتر است از این که بمیری نه گناه کنی نه عبادت. تکرار میکنم فرمایش امام صادق رو: اگر زنده باشی و به طاعت بگذرونی عمر تو، بهتر از این که بمیری که دیگه نه گناه داشته باشی نه طاعت. یه شخصی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت که به من اجازه میدی من آرزوی مرگ کنم؟ امام فرمود که خدا به تو ضمانت داد که تو رو بهش میبره؟ گفت نه. گفت که خداوند به تو تضمین داده که گناهان تو آمرزیده؟ گفت نه. چند تا از این سوالا امام پرسید ازش، گفت نه. گفت خب پس این آرزوی تو آرزوی هلاکت دائمه؟ یعنی چه آرزوی مرگ کنم؟ برو بگو خدای منو ببخش، طاعت کن، نمیدونم عبادت کن. آرزوی مرگ وقتی که انسان ضمانتی نداره که گناهانش آمرزیده شده باشه، طاعتش قبول شده باشه، بهشت رو خدا بهش داده باشه. یک شخصی اومد خدمت پیامبر، گفت اجازه میدی من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر فرمود لازم نیست آرزوی مرگ کنید، مرگ خودش به موقع میاد. مرگ یک امر ناگزیری است که به موقع خودش میاد، اما قبلش باید برای 10 گروه هدیه و سوغاتی تهیه کرده باشی. باید بری باید همراه خود سوغاتی ببری، سوغاتی جبرئیل، سوغاتی عزرائیل، سوغاتی خدا، سوغاتی پیامبر، قبر، بهشت، دربان بهشت، دربان جهنم. برای 10 گروه باید سوغاتی تهیه بکنی، هر کدام 4 تا چه چند تا؟ 40 تا. 40 تا سوغاتی اول آماده بکن، بعد خواستی سفر بری برو. خیلی خوب، اینجا یکی از چیزهایی که خوبه که انسان از خدا بخواد زیادی عمر، منتها در طاعتش. نداریم. فقط راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، من زمانی جستجو کردم گشتم، فقط دیدم یک مصرع شعره که منسوب به حضرت زهرا است. تو اونجا تو مصرع شعر داره که خدای مرگ منو برسون. بنابراین ما این سندی نداریم در این رابطه. من بنده جستجو کردم گشتم که ببینم یه جا پیدا میکنم، اما اگر داشته باشیم، بله عرض میکنم، فقط یک مصرع شعر منسوب به حضرت زهرا است که مضمونش اینه که خدای مرگ منو برسون. اولا نداریم، ثانیا اگر داشته باشیم در واقع این دعا و این آرزو برای تحقق یک امر مهمتری است و اون هم رسوایی دشمنان. اونجا اشکال نداره چون اون امر مهمتر است از... بله عرض کنم که اگر باشه
اگر بپذیریم اون شعر منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها رو، در واقع این نوعی تبلیغ است بر علیه ظلم، دفع افسد به فاسد کردن است، هم عقلی است و هم شرعی. برای اینکه ظالم رسوا بشه گاهی باید انسان یک مکروهی رو چیکار کنه؟ انجام بده. البته این حرام نیست، آرزوی مرگ کردن حرام نیست، من گفتم ناپسنده. رو کلماتی گفته میشه یعنی چه؟ نه نه، چون عمر نعمت بزرگی است، آرزوی مرگ کردن کفران نعمته. ولذا حضرت اینجا حضرت میفرماید که اگه میخوای دعا کنی بگو عمر منو زیاد کن. عمر نعمتیست دیگه، نعمت خداست. کسی بگه من نمیخوام، معناش چیه؟ کفران نعمته. پس اونجا اگر ثابت بشه، همطور که اشاره کردم، در واقع برای دفع یک افسد هست با این فاسد، یک مکروهی رو انجام میدن برای اینکه یک امر بزرگ، یک امر واجب محقق بشه، برای اینکه همه دنیا بفهمن که چه ظلمی به حضرت رفته. آرزوی مرگ یک امر مکروهی رو انجام میده تا همه دنیا بفهمن، تاریخ بفهمه، تا قیامت مشخص بشه که به دختر پیامبر چه ظلمی رفته است. اگر به پذیری مرز کردن، خب شهید شدن همشون، به شهادت رسیدن. خب اولا ائمه همشون به شهادت رسیدن، ما منا الا مقتول و نومسم. و ثانیاً هنوز که تموم که نشده، امام حسین علیه السلام بر میگردن، اولین حکومتشون 339 سال طول میکشه. اون یه دوره بود دیگه، اون دوره شهید شدن و شهادتشون اسلام رو حفظ کرد و مردم رو تربیت کرد، اما تموم که نشد. خیلی خوب، عرض کنم که پس یکی شد طول عمر، عمر منتها عمری که در راستای حق باشه، در راستای عبادت خدا و تربیت باشه. دو، سلامتی بدن. منتها باز دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. یک، سلامت بدن، تربیت بدن، پرورش بدن با تن پروری فرق میکنه. این دوتا کاملا متفاوتن. اولی تربیت هست، دومی ضد تربیته. پرورش تن این تربیته، تن پروری ضد تربیته. پرخوری تنپروری است، بیکاری تنپروری است، ورزش پرورش تنه، روزه پرورش تنه، سومو تصحو، روزه بگیرید تا سلامت باشید، روزه پرورش تنه، پرخوری تنپروری است. این یه نکته که مراد از صحت بدن، سلامت بدن، تربیت بدن، تربیت حیوانی نیست. پرواربندی نباید انسان بکنه خودشو. بعضیا جدا پرواربندی هن. نمیدونم رفتید پرواربندی ها رو دیدید، مثلا یه چند تا بره رو میبندن سر آخر، همه هم و غمشونه که اینا رو چاقشون کنن، به هر قیمتی چاق بشن. اخیرا که دیگه با عرض کنم چیزای مصنوعی هم تلاش میکنن. مرغ هایی که شما میبینید دو سه ماه بیشتر عمرشون نیست که اینقدر بزرگ شدن چاق شدن. همه همقامشونه که اینا چاق بشن. بعضی هم زندگی اینجوری نگاه میکنن، همه همقامش چاق شدن هست. این تنپروریه، این ضد تربیت. اما پرورش تن یکی از ابعاد تربیت اسلامیست، برای زمان میفرماید صحت بدن بخواد. این یک. و دو، بدن سالم باشه که چی بشه؟ بدن قوی باشه که چی باشه؟ در خدمت خدا. قو علا خدمت که جوارحی. خدا میخوام بدنم سالم باشه، چشمم، دستم، بدنم، قلب، همه باید سالم باشه. میخوام سالم باشه، منتها برای چی؟ برای خدمت به تو. قو علا خدمت که جوارحی، نه اینکه فقط من جوارحم سالم باشه حالا، نه، در راستای خدمت به خدا، در راستای عبادت، در راستای تربیت، بله انسان باید بدنش سالم باشه. این هم دومین مطلبی که حضرت از خدا خواسته. و سومین مطلب، وسعت الارزاق، یعنی من سعت الارزاق. باز روزی رو هم یه بار اشاره کردم،
مراد از روزی فقط خوردن و پوشیدن و مسکن اینها نیست. روزی در ادبیات اسلامی ما یک معنای بسیار وسیع داره، از زیارت و عبادت و ترک گناه و علم و همه اینها میشه روزی، همه اینها میشه اللهم ارزقنی حج بیت الحرام و زیارت قبر نبی شه و قبور الائمه، اینا روزیه. اللهم ارزقنی توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، اینا همه روزیه. اللهم ارزقنی علما نافعا و رزقا واسعا، همه اینها روزیه. پس معنای روزی رو محدود نکنیم به همین. میگن که این قضا روزی شما بود همین، و خیال میکنن روزی یعنی همین. بله، اون هم جزء مصادیق روزی هست. این سه خواسته، سه موضوع دعا در دنیا که حضرت آموزش میده، اگه میخواید دعا کنی این چیزها رو از خدا بخوا، اینا میارزه که انسان براشون دعا کنه. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهند. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ما ها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.